انتخابات، حضور مردم در انتخابات میتوانه کشور رو پیش ببره، از شر دشمن محفوظ و مسئول نگه داره، دشمن رو در توطئه های خودش دچار تزلزل و تردید بکنه، دشمن رو وادار به عقب نشینی کنه. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه. این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است. انتخابات پیش رو رو چطور میبینید آیه بهنود؟ رأی میدید شما امسال؟ حالا من قاعدتا رأی میدم. من همونطور که دفعه پیشم تو برنامه شما گفتم، از سال 1355 که اولین بار بود که رأی دادم در مجلسی که معروف بود به مجلس رستاخیز، از اون موقع به بعد همیشه انتخابات ریاست جمهوری رأی دادم. تصور نمی کنم این دفعه هم فرقی با بقیه داشته باشه. رأی میدم فکر کنم. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه. بعد این تو لندن که سفارت نیست، بعد مسافرت کنین رای بدین یه جای دیگه بدین. نمیدونم اتفاقا این سواله، ولی تصور میکنم یه ترتیبی داده خواهد شد. اتفاقا چند روز پیش هم این سوال به وجود اومد. تصور میکنم با توجه به اینکه جمعیت ایرانی اینجا زیاد هست، علل قاعده جایی شهرداری جایی در این کار پیشونی خواهد. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه. مشروعیت الهی میبخشه به این حکومت. مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون. این از طرف امام زمان هست. از منتقدان انتخابات گذشته بودید و اعتقاد داشتید تقلب شده، نه؟ نه ببینید، تقلب شده رو که تصور میکنم ما نمیتونیم از دور بنشینیم و دربارش قضاوت کنیم، بلکه یک طبعی وجود داره که آدم وقتی که خودش نمیتونه برن نزدیک قضاوت کنه، طبیعتا اعتماد میکند به حرف معتمدین و کسایی که بهشون میشه اعتماد کرد. کسایی که بهشون میشه اعتماد کرد در مجموع معتقدند که تقلب شده. ما هم ناچار باید این نظر رو بپذیریم. ولی اینکه تقلب شدن در انتخابات باعث قهر من از صندوق بشه، نه. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمن. فکر نمی کنید مشروعیت میدید به انتخابات گذشته با رای دادن دوباره؟ نه، چون اگه اینطوری بود باید هیچ کدوم از کشورهای دنیا دیگه انتخابات نمی کردن، چون همه شون تو سابقه شون تقلبایی شد. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ آقای بهنود، نظرتون به نظر کدوم یکی از این کاندیداها نزدیکتر هست؟ تقریبا میشه گفتش که به نظر هیچ کدومشون نظرم نزدیک نیست، ولی به نظر اکثریت مردم ایران نزدیکه. به نظرم میرسه که اکثریت مردم ایران الان بدون تقلب و بدون دستکاری و بدون فشار و بدون درد سر فراهم کردن، نظرشون به این هست که یک اصلاحات کم هزینه ای اتفاق بیفته. یعنی نه تو خیابون، نه زندان، نه بستن روزنامه اینا پیش نیاد، ولی در این حال از این فاجعه ای هم که احمدی نژاد اینا هستن بیان بیرون و یه جریان دستورالسیاسه ای مثل دولت آقای خاتمی، حتی کمتر از آقای خاتمی، الان به نظرم میرسه که جامعه جوان متوسط ایران، طبق متوسط ایران بهش قانه. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه. خواهیم آورد. من انقلاب کردم.
داشته باشن، آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن. ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمیخواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمیخواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. ما فرزندان کوروش بزرگ، شما رو به زانو در خواهیم آورد.